الرحمن الرحیم بیننده‌های عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دکتر عبدالقهار سروری استاد و رئیس دانشگاه البیرونی هستم، باز هم با یک بحث جدید در عرصه معرفت شناسی یا تعریف و تشریح مزایای متفاوت معرفت یا کاگنیشن در اختیارتون قرار دارم. امروز یک بحثی فشرده را در قبال چستی معرفت در فلسفه غرب خدمتتان ارائه میکنم. بحث‌های قبلی زیادتر متمرکز روی چستی و ماهیت معرفت در فلسفه غرب و در حوزه فرهنگی، اجتماعی و دینی شرق بود و بحث امروز ما روی چستی معرفت در فلسفه غرب است. خب قسمی که ما و شما میدانیم، واژه معرفت یا واژه معادل معرفت که cognition در انگلیسی است یا cognitio در زبان لاتین، تقریبا در حدود 3 قرن قبل از میلاد در یونان باستان در نخست توسط سقراط آغازگر مباحث فلسفی منطقی جدید و بعدا توسط شاگرد و جانشین مهمی از او افلاطون مطرح شد و بعد با تمرکز روی چارچوب و ساختار اندامی و وجودی انسان در راستای به حساب او بستر شکلگیری مفاهیم و معرفت توسط ارسطو دنبال شد و بالاخره دانشمندان و فلسفان متعدد روی بحث نظریات داشتند. خب بحث معرفت در مدتی که از سقراط شروع قبل از اون مباحثی بودن، قبل از اون بعد از این مثلا اینا روی اصلاح مفاهیم و مسائل و ارائه تعریف و مزایای مشخص معرفت مسائل را ارائه کردند و به گونه مشخص و نقاط مشترکی که بین زیربنای معرفت و عوامل شکلگیری و پروسه شکلگیری معرفت در فلسفه شرق و غرب و در مباحث فرهنگی شرق و غرب وجود داره و نمو متکی بودن پروسه معرفت بر فعالیت‌های ذهنی و پروسه دستیافتن به دانش و همچنین درک و فهمیدن از طریق تفکر و با استفاده از توانمندی های ذهنی، تصورات و بصیرت و بالاخره رسیدن به یک نتیجه مشخص بر مبنای دخالت سیگنال ها، معلوماتی که از بیرون و از محیط وارد سیستم عصبی انسان میشه و همین شکل معلوماتی که نیافته در وجود انسان است و در پروسه به حساب کنش و واکنش سیستم معرفتی یا بخش معرفتی و اما مهمی مغز انسان و سیستم عصبی انسان که پیام را ارائه میکنه به نام معرفت مطرح میشه. خب وقتی که ما بحث معرفت مطرح میکنیم در فرهنگا و فلسفه شرق و غرب، فلسفه غرب تعریفی را که از معرفت ارائه داده، معرفت کاملا یک چارچوب محدود مشخص و سختگیرانه ارائه داده که اکثر مسائل و مباحث بر مبنای تعریف ارائه شده در فلسفه غرب که از تعریف‌ها و مباحث و مسائل ارائه شده توسط سقراط و بعد افلاطون و ارسطو شکل گرفته، خارج از چارچوب معرفت باقی می‌مانند و شامل محوطه و اما چارچوب و بستر معرفت نمی‌شوند. خب قسمی که ما و شما می‌دانیم، افلاطون شاگرد مهم و جانشین به حساب علمبردار عرصه فعالیت‌های فلسفه سقراط در کتاب جمهور یا جمهوری که ریپبلیک به نام جمهور یا جمهوری مشهور است، معرفت موجودیت مفهومی در یک ذهن معرفت میدانه و نبودش به حساب جهل یا نادانی بسیار مشخص و ساده در اینجا مطرح میشه. فقط بودن مفهوم در ذهن به نام معرفت مطرح میشه و نبودش به نام جهل و نادانی. اما در کتاب منون که یکی از مکالمات و کتابهای مشهور افلاطون که از مباحث سقراط توسط افلاطون نوشته شده، در اونجا از قول سقراط معرفت و مباحث معرفت موجودیت مفهوم در ذهن که مطابقت با واقعیت بیرونی داشته باشه را معرفت میداند در غیر از اون خطا. یعنی در اینجا یک شرطی از دیگه علاوه میشه، چیزی که در ذهن است باید با آنچه که در بیرون است مطابقت داشته باشه، در اینجا مدودتر میشه و به همین شکل به نقل از سقراط بیان میکنه مفهومی که در ذهن وجود داره زمانی که ثابت باشه، متزلزل نباشه،
یعنی شخص شک نداشته باشه، او علم است، در غیر از او پندار است، یعنی معرفت است در غیر از او پندار است. این شرط سوم دوم میشه که از حالت عادی محدودتر میسازه و به همین شکل در قبال اعتقادات بیان میکنند که وقتی که یک اعتقاد بر مبنای دلایل مستحکم استوار باشه و شکی در وجود نداشته باشه، این معرفت است، در غیر از او پندار است. در اینجا وقتی که مباحث مطرح میشه، بحث به حساب برابر بودن آنچه که در ذهن است یا مفهومی در ذهن است با واقعیت بیرونی، با ثبات بودن و غیر متزلزل بودن مفهوم در ذهن، یعنی شخص اعتقاد و اعتماد کامل و قطعی داشته باشه و به همین شکل موجودیت دلایل و دلایل اثباتی و قابل توجیه. گرچه افلاطون یا ارسطو، ببخشید افلاطون یا سقراط، کدام تعریف مشخصی که چند واژه را کناری هم قرار داشته باشه قرار داده باشند و تعریف مشخصی را برای معرفت ارائه بکنند، و خودشان ارائه نکردند، ولی شرایطی را، مفاهیمی را و مسائلی را که مطرح کردند در قبال معرفت که خدمتتان بیان کردم، این مسائل باعث شد تا بر مبنای تحلیل متوایی دانشمندان و فیلسوفان بعدی یک تعریف بسیار فشرده ولی بسیار سختگیرانه را در عرصه معرفت، در حوزه معرفتی و فلسفی غرب ارائه بکنند که او تعریف عبارت است True Justified Belief یا باور صادق موجه است. True Justified Belief یا باور صادق موجه است. یک چیز چی وقت به معرفت، مثلا یک پندار یا یک مفهوم یا هر چیزی که مثلا در ذهن است یا یک گزاره، چی وقت مبدل به یک معرفت میشه که یک باور باشه، نه زن. فرق بین باور و زن یا مثلا گمانی است که باور قطعی می باشد. انسان اعتقاد داره به آنچه که میگه یا فکر میکنه. در اینجا یک قسمت از مفاهیم و مسائل که متعلق به تصورات است، متعلق به ظن و گمان است، متعلق به حدس و این مسائل است، خارج میشه از حوزه معرفت، البته بر مبنای تعریفی که در فلسفه غرب وجود داره. و بعد از او صادق. صادق در اینجا به چی مفهوم؟ قسمی که قبلا اشاره شد، هر آنچه که در ذهن وجود داره و گفته میشه، مفهوم یا مسئله‌ای که مطرح میشه باید با واقعیت بیرونی همخوانی داشته باشه، یعنی واقعیت بیرونی او را تصدیق بکنه. در اینجا باور صادق میشه. بعضی از مسائل، مثلا گزارای انشایی، مسائلی که خبری نیستن، در ذهن مطرح میشه. مثلا مسائلی که بیشتر در گونه‌های ادبی مطرح میشه، بیشتر در مباحثی به حساب انتزاعی که اکثر مفاهیم فلسفی شرق به او استوار است، اینا در اکثر موارد امکانی از این وجود نداره که مثلا با مسائل بیرونی و واقعیت بیرونی اینا تطابق داشته باشه. بنابراین به شکل خود به خود بر مبنای تعریف فلسفه غرب است از معرفت، از معرفت خارج میشه. و سوم، باید قابل توجیه باشه، یعنی موجه باشه. چی؟ به چی معنا؟ دلیلی که در ذهن وجود داره، مفهومی که در ذهن وجود داره، بحثی که در ذهن وجود داره با دلایل مستحکم و مدلل قابل توجیه باشه، توجیه شه. در حالی که مثلا بعضی از مسائل و مفاهیم گزارای انشای قسمی که گفته، مثلا مسائل ادبی و مسائل، خودشان آغازگر دلایل هستن، یعنی یک بحث مطرح میکنن، چون اکثری از این تازگی دارن و حالت به حساب فیزیکی و حالت غیر انتزاعی در ظاهر ندارن، اینا قابل توجیه نیستن. بنان اینها هم بر مبنای فلسفه غرب یا تعریفی که به حساب ما باور صادق موجه یا True Justified Belief مطرح شده، به اساس مسائلی را که سقراط، یعنی افلاطون، به روایت سقراط به روایت افلاطون مطرح کرده، اینا خارج میشن. و بحث مهمی دیگری که در عرصه فلسفه، فلسفه شرق و غرب به نوعی با هم دیگر متمایز میسازه، بحث تقسیم علم به دو بخش، علمی حضوری و علمی حصولی است، که البته تقسیم بندی علمی حضوری و علمی حصولی بیشتر توسط فیلسوفان و دانشمندان شرقی مطرح شده. وقتی که بحث تعریف فلسفه در غرب و مسائلی را که سقراط بر روایت افلاطون مطرح کرده و بعدا ارسطو دنبال کرده، در اینجا علمی حضوری به خاطر از اینکه مبتنی بر مسائل و مفاهیم موجود در ذهن آدم است و به دلیل و استدلال و به گزاره و به حساب دخالت وساطت ذهن و ظرفیت درونی وجود انسان نیاز نداره، در اینجا خود از عرصه یا از بحث معرفت خارج میشه. مثلا بحث گرسنگی، انسان نیاز نداره که مثلا وساطتی بکنه مفاهیم ذهنی که انسان بودن گرسنه است. گرسنه خودش به گونه حضوری در ذهن حضور می داشته باشه و شخص درک میکنه. یا مثلا خوش بودن، ناراحت بودن، یا مثلا موضوع
حرارت آتش یا سوختاندن آتش. اینها خارج میشن از شوکات معرفت در فلسفه غرب. و بعد دیگه بحثی به حساب علم حصولی است که ما مفاهیم و مسائل خارج از ذهن ما وجود داره، برداشت ما از آن چیزی که تصویر در ذهن ما هست او حاصل میشه. مثلا در قبال طور مثال زندگی موجودات تحت البری، هستی، هر آنچه که خارج از ماده ذهنی ماست و پروسه مفهوم ساز و پروسه به حساب ذهنی ما در درک از او داخل است و تصویری را از او در ذهن ما به حساب شکل میده، مثل ماهیت زندگی یک فرد یا مثلا پیشرفت یک پروسه، در حقیقت او پروسه عین چیزی نیست در ذهن ما است، مثلا تصویری است که در ذهن ما از او شکل گرفته. مثلا ما درباره یک شخص چیزی میدانیم، اون شخص در بیرون در یک جای است، یا مثلا در یک پروسه کاری یک چیزی میدانیم یا یک ماشین او در بیرون است، اما تصویری که در ذهن ما شکل گرفته عین چیز نیست، تصویری از او است. در اینجا چون پروسه ذهنی داخل است، در اینجا بحث گزاره خبری و مسائل مطرح است، شامل معرفت میشه. و در کل یعنی مباحث را که در پروسه معرفت شناسی بر مبنای تعریف غرق مطرح است، کاملا محدود، مشخص و مبتنی بر گزارهای خبری است و تعداد زیادی از مباحث از او خارج میشه. البته وقتی که تعداد از فیلسوفان و دانشمندان مثل جان لاک و کسای دیگری توجه کردن، وقتی که گاهی خودشان دچار مشکل شدن که تمام مفاهیم در چارچوب محدود قابل گنجایش نیست، مثلا قسمی که جان لاک یکی از فیلسوفان قرن 17 که از انگلستان است و یکی از تاثیرگذارترین چهره ها در عصر خودش در عرصه فلسفه سیاست و مباحث مرتبط با فلسفه و سیاست، اونها به جای مثلا شناخت بحث اندرستندینگ یا فهم مطرح کرد، چون وقتی بحث فهم محدودیتش اما محدودش وسیع‌تر میشه و میتونه که تعداد زیادی از مفاهیم تصوری یا متعلق به عرصه حدسیات مسائل داخل حوزه معرفت شوه. و به همین شکل به جای پندار یا باور که متکی به مو دید جزمی یا اعتقاد قوی است، اونجا بحث به حساب داوری و حکم مطرح کردن ججمنت، یعنی تا زمانی از اینکه مثلا شخص تصمیم بگیره حکم بکنه، به جای از اینکه مثلا کاملا مبتنی بر دلایل و مفاهیمی باشه که به دیگر هم کاملا اون مسائل انتقال بکنه و مرتبط به مسائل باشه که در بیرون باشه. در کل وقتی که قرار باشه مفاهیم در حوزه، البته هر حوزه و هر بستر فلسفی بر مبنای مو تفاوت‌های باوری، تفاوت‌ها و طرز رفتار زندگی و به این شکل ماهیت فرهنگی خودش میتونه خود چارچوب شد به حساب شکل بده و بعد بود معرفت شناختی را، معرفت شناسی و خود معرفت به حساب شکل بده، واژه معرفت و کاربرد معرفت به حساب یک مفهوم. ولی زمانی که ما اگر مفاهیم معرفت شناختی و معرفت شناسی در شرق به تعریف برابر میکنیم، بستری بزرگ و تعداد زیادی از مفاهیم مبتنی بر حوزه معرفتی شرق خارج میشه. چرا؟ بیشتری از مفاهیمی که متعلق به مشاهیر و فیلسوفان و دانشمندان حوزه شرقی است، بیشتر با بر مبنای او مفاهیم انتزاعی و به حساب گزاره‌های انشایی و ذهنیت تولید شده است، به حساب کنش و کنش‌های درون بدنی و ذهنی اینها است و بیشتر همسویی یا مطابقت مثلا به مفاهیم بیرونی کمتر وجود داره و بیشتر به حساب بود معنوی داره. به این اساس هر جامعه و هر بستر فرهنگی و فلسفی میتونه چارچوب مشخص خودشه و بیان و به حساب تعریف مشخص خودشه داره، گرچه در راستا کارهایی شده مثل مثلا ملا صدرا، یکی از فیلسوفان معاصر جهان اسلام که در راستای کارهایی شده، ولی در دنیای اسلام در حوزه شرق اکثرا به گونه تفیلی روی بحث معرفت شناسی بحث شده. ما انشاءالله با تازگی کاری در این راستا زیر عنوان چستی و مبنای معرفت شناسی زیر کار است، امیدوار هستیم بتانیم تا یک حدی امو بستر و ظرفیت شناسایی معرفت و پرسش و پاسخهای احتمالی در این راستا را به علاقمندان ارائه بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.